نه. یعنی نوشتن اینقدر سخته؟ نه، چه بدونم، خوشم اومد زنگ بزنم. منم از شنیدن صدای تو خوشم اومد. خب به اندازه کافی ساکت بودیم، یا لاغت کن. الو، گفتم قطع کن، ولی الو، حالت خوبه؟ اصلا خوب نیستم. به امروز که فکر میکنم دیوونه میشم. به نظرت رفته پیش وداد؟ بعضی وقت شیطون میگه ولش کن بره، ولی راستش رو بخوای نمیتونیم ولش کنی. هیچ زنی نباید چیزی که من کشیدم رو تجربه کنه. نباید تجربه کنه. یارو 6 دفعه زنگ زده، قرارداد و نهایت میتونیم 2 روز دیگه لفتش بدم. مطلع باش، فردا عصبانی نشی. ویدیوی دوتاییمونو واسه چی برا نفس فرستادی؟ پس فهمیدی یا نفس گفت؟ آره، یه سری چرت و پرت دیگه هم گفت. مثلا چی؟ این که منو به عنوان قربانی انتخاب کردی تو واسه اومدن نفس استفاده کنی. تو به چه درد من میخوری؟ یعنی تو و نفس چه ربطی با هم داری؟ اینقدر میخواستی منو شکنجه بدی که نفس طاقت نیاره بگه اونو ول کن منو بگی. من میخواستم تو رو شکنجه بدم؟ اینجوری گفت. داشتی بازی چقدر وفادار هستی و با هم بازی میکردی. اینجوری گفت؟ واقعا جدی داره میگی بازی چقدر وفادار هستی رو؟ آره همینو گفت. مسخره به نظر میادم. واقعا خیالات این زن عباد خیلی جالبی داره پیدا میکنه. فقط امیدوارم به پسرم اینا رو نگه. اوف خدای من، مثل فیلم های ترسناک باقی. خب پس چرا ویدیو رو فرستادی؟ من نفرستادم که ایشان شرمندم، ولی باید بگم ایشان اون ویدیو رو فرستاده. نمیدونم فهمیدی یا نه نظر، که من خبر ندارم کی ویدیو رو گرفته. خب چرا؟ قلب خواهر دیگه نتونسته دست رد خوردن به سینه منو تحمل کنه. خواسته به نفس بگه وداد بدون تو هم داره به زندگیش ادامه میده و همه چی کاملا رو به راهه. راستش همیشه سعی کرده که غرور منو حفظ کنه، مگه نه ایشان جون؟ دقیقا، وداد گناهی نداره. من فرستادم. به نظر چی گفتی همسر عزیزم؟ یادته یه بارم وقتی حامله بودی به دکتر از این چیزا گفته بودی؟ تقریبا تشخیص دادن که تو به بیماری دو شخصیتی مبتلا هستی. چرا این کارا رو میکنی با خودت عزیزم؟ نفس آخه کی این چیزا رو باور میکنه؟ اون وقت فکر میکنه تو دو شخصیتی هستی. <تص->
حالت خوبه؟ ببینم تو هم همیشه تو ذهنت با خودت درگیر می شدی؟ همیشه فکر می کردم من کار اشتباهی انجام می دادم. Oh, my God.